بشر خدا را آفرید چون در درک واقعیت طبیعت نادان و ترسان بود. او بسیار زود دریافت که خدای آفریدهش نه تنها آرام بخش اوست، بلکه جذابیتی را داراست که میتواند زاینده نیرویی باشد برای رسیدن به آنچه در توان فردی دست نیافتنی مینمود. خلق اولین خدا در طول تاریخ و نیرویی که پیرامون او ایجاد شد، دیگر ملل را هم به فکر تولید خدای خودشان انداخت. هرچند این خدایان در جنسیت مشترک بودند، اما نیروی حاصله آنها به دلایل جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متفاوت شدند. خاک من مقدس است، خدای من بهتر است، من پسر خدا هستم و خدا در من است. بخشی از باورهای این ستایشگران گرداگرد خدایان فرضی شدند و بر این باور چه کشتارها که از هم نکردند. خوشبختانه از میان این خدایان رنگارنگ و در دل این نیروهای متضاد، پرسش که نطفه فلسفه بود پوست انداخت و در جستجوی پاسخی عینی که همان حقیقت باشد نیازمند علم شد و فلسفه علم به وجود آمد. به باور من تنها تلفیق فلسفه و علم بود که توانست نقطه پایانی تولید خدا در جهان باشد. خدا مرده است. امروز از آن خدایان مرده تنها کاخهایی با شکوه و دلالان بهشت و جهنم باقی ماندند. دیگر آشکار شد که بست فلسفه و پیشرفت علم بند ناف باورمندان کاخهای دروغ را خواهد برید و انسان بر پای خیش استوار خواهد شد. من در تابلوی بند ناف با دستان هنرمند در ترکیبی از طرح و رنگ این خدای دروغین را بر گسترده پارچه ای از باورمندانش کشتم تا تقدس او را شکسته باشم. من قاتلم.